اینجا در قلب پایتخت سنگ بنای اعمار انتظارگاه جدید میدان هوایی بین المللی کابل با حضور داشت الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، الحاج ملا حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و برخی دیگری از مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی گذاشته شد. سنگ بنای اعمار تعمیری که از آن برای صدها هزار هموطن در بخش ترانسپورت هوایی خدمات ارائه می شود. امروز پنجشنبه اینجا در قلب پایتخت سنگ بنای اعمار انتظارگاه جدید میدان هوایی بین المللی کابل با حضور داشت الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، الحاج ملا حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و برخی دیگری از مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی گذاشته شد. این تعمیر انتظارگاه که در 3 طبقه ساخته می شود حدود 300 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. کار ساخت آن تا 18 ماه دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید این انتظارگاه جدید میدان هوایی مطابق به معیارهای بین المللی ساخته می شود و با تکمیل شدن کار احداث آن برای مسافرین سهولت های بیشتر فراهم خواهد شد. فرد سویو مریض کال څخه تر فرد سو دریل مریض کال پورې د خصوصي سکتور سره د مشارکتي قراردادونو شمیر له دیر شو پروژو څخه لوړو چې ټوله پانګه اچونه یې د 2.5 میلیارد افغانۍ څخه زیاته ده. په یادو پروژو کې ترمینلونه، چې پارکونه، تمځایونه او د هوایی چلند ځینې تاسیسات شامل دي. په دې سره به وکولای شو چې هیوادوالو ته په ترانسپورټي اسانتیاوې او ښه خدمات وړاندې کړو او له بلې خوا هیوادوالو ته د کار پیدا کولو او د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا سبب دی. په همدې توګه نن په دې غونډه کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي انتظار ځای د بنسټ لپاره ایښودنې شاهدان یو، چې د هیواد د هوایي چلند په برخه کې له سترو لاسته راوړنو څخه شمېرل کیږي. وزارت ترانسپورت و هوانوردی در سال 1403 خورشیدی 43 پروژه اساسی را به ارزش حدود 3.7 میلیارد افغانی پلان کرده است که با تطبیق این پروژه ها تسهیلات بیشتر در بخش ترانسپورت هوایی و زمینی برای مردم ایجاد دی. کارمندای میدان هوایی با مردم برخورد بسیار عالی خوب دارند و از نظر امنیتی هم الحمدلله بسیار خوبند. دیگه به تمام معنا این پیشرفت های در رابطه با میدان هوایی اونطوری که دیده میشه نسبت در 2 سال پیش خیلی کارهایی صورت گرفته، مردم راضی است. هوایی خدمتونه ماشاءالله دیر خدیده دیده پخواه پا پرتله اوس ماشاءالله دیر خشوی دی او مخی وجه که ما بیروبار و بیرون طرف تا یا داخل طرف تا اوس آغا سی که مشکل نشته، آرام آرامی ده بسر سره مسافر که ده دی طرف نراوزی یا دا غی طرف نراوزی نو فیضا ورس دمخ کې نډیر خدي شکر شکل او شمایل همي میدان هوایی نسبت به سابق تغییر کرده. دیگه از لحاظ امنیت بسیار خوب معلوم میشه سابق کدام مشکلی در یک قسمت ما شخصا نمیبینم. چک پوینت ها به صورت معمول مثل دیگه کشورها به همون شکل معمولی است، یعنی کدام تغییراتی دهیش اینجا و اونجا کنون فرقی وجود نداره. دیر خط انزیماتی دی، دیر خط سیستم در خر رویه کهی بچلن نکهی لکه، یعنی سم رخه دوم رخه. دفتر مرکزی شرکت هوایی فلای دبی در کابل افتتاح شد. این شرکت هوایی که در جریان سال 1402 خورشیدی در اثر تلاش وزارت ترانسپورت و هوانوردی پروازهای دو طرفش را به افغانستان نصر گرفت، امروز دفتر مرکزی آن برای شهروندان در کابل افتتاح شد. با گشایش این دفتر به مشکلات مسافرین افغان به طور حضوری رسیدگی می شود و در زمینه سفر به شهرهای مختلف امارات متحده عربی
و از این شهرها به دیگر کشورها سهولت های بیشتر فراهم خواهد شد. ترانسپورت و هوایی چند وزارت الحمدلله علی افغانستان په سطحه اووش هوایی ډګرونه لري چې د اووش هوایي ډګرونو څخه یې پنځه نړیوال نور محلي دي. په ټولو هوایي ډګرونو کې د معیارونو مطابق خدمتونه وړاندې کیږي، چې د فلای دوبی هوایي شرکت مرکزي دفتر بیرته په افغانستان کې پرانیستل کیږي. دا عام افغانانو ته ښه زیری ده. د دوی د ټکټونو د پلور او پیر برخه کې به سهولت وي. دارنګه که کومه ستونزه ورته پیښیږي په آنلاین یا پر لیکه ډول نه مخامخ دلته راتلی شي، خپله ستونزه به هم حل کوی شي. د فلای دوبی رسمي نمایندګان به دلته وي. نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده او د هوایي چلند په برخه کې یو بل مثبت ګام ده چې اخیستل کیږي. ترانسپورت او هوایي چلند وزارت دې ته ژمن ده چې سالم رقابت زمینه مساعده کړي او خپله برخه کې خدمتونه معیاري کړي تر څو نړیوال هوایي شرکتونه افغانستان ته خپلې الوتنې بیرته یا په زیاته پیمانه پیل کړي. هم‌اکنون وزارت ترانسپورت و هوانوردی در تمام میدان‌های هوایی بین‌المللی کشور تسهیلات لازم را فراهم کرده است تا شرکت‌های هوایی خارجی به افغانستان پرواز انجام دهند و برای مسافرین افغان در زمینه سفرهایشان سهولت ایجاد شود. یاد پروردگار. سلام وطن‌دارای مهربان، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به خوبی و به خوشی بگذرد. تشکر از وطن‌دارایی که همواره ما را تشویق کردند، حمایت کردند و چینل خود را سابسکرایب کردند. دوستان و وطن‌دارای مهربان، ما هم امروز یک گزارش ویژه داریم در مورد فرودگاه بین‌المللی کابل. این میدان هوایی کابل که با تغییر رژیم ها نام های مختلف داشته است، از جمله که در زمان حکومت کرزای که به نام میدان هوایی کرزای، میدان هوایی بین‌المللی کرزای مسمی بود، با آمدن امارات اسلامی افغانستان دوباره به نام میدان هوایی کابل یاد شد. واقعا با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان متاسفانه که حالت میدان هوایی را بسیار خراب کرده بود. وطن‌دارای ما که ویدیوهای ما را همیشه بیننده هستند و ویدیوهای دیگر وطن‌دارایی که ویدیو تهیه میکنند، خصوصا خیلی تجهیزات وسایل میدان هوایی کابل خراب کرده بودند. با آمدن امارات اسلامی افغانستان دوباره ترمیم و همچنان بازسازی کردند و جای بس افتخار است که امارات اسلامی افغانستان زحمت میکشه، تلاش میکنه به خاطر ما و شما. شما را دعوت میکنم به بسته تصویری که همکارای ما جور کرده دوباره برمیگردم. ما در این ویدیو شما را با بزرگترین فرودگاه بین المللی در سطح افغانستان آشنا می سازیم. فرودگاه بین المللی کابل یا فرودگاه بین المللی حامد کرزی. این فرودگاه در 5 کیلومتری مرکز شهر کابل واقع شده است و یکی از فرودگاه های اصلی و بین المللی کشور محسوب می شود که گنجایش بیشتر از 100 هواپیما را دارد. طی تحولات سیاسی که در کشور واقع شد، این فرودگاه شاهد این تحولات بوده و تغییرات نیز در آن به مرور زمان رونما شده است. البته باید گفت فرودگاه بین المللی کابل در اصل در سال 1960 توسط مهندسان شوروی ساخته شد. این فرودگاه از نظر محلی به نام میدان هوایی یا فرودگاه هوایی خواجه‌رواش مشهور بود و در سال 2014 برای احترام به حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور به نام وی نامگذاری گردید. پس از تسلط امارات اسلامی بر افغانستان، همان گونه که نام بسیاری از نهادهای کشور تغییر داده شد، نام این فرودگاه نیز به نام فرودگاه بین المللی کابل تغییر داده شد و یک ترمینال جدید نیز به آن اضافه شد که بیشتر برای پروازهای خارجی مد نظر گرفته شده است. Thank you.
گفته می شود که دولت افغانستان در سال 2005 میلادی پیشنهاد کمک 35 میلیون دلاری کشور ژاپن را برای بازسازی میدان هوایی کابل پذیرفت. و به اساس توافق دو طرف، ترمینال جدیدی که در آن ساخته شد از ترمینال سابقه برای پروازهای داخلی استفاده می شود. هرچند گفته می شود پس از خروج نیروهای آمریکایی در 31 اوت 2021 بسیاری از تجهیزات و زیرساخت‌ها توسط این نیروها تخریب شدند. ولی باز هم در این اواخر بسیاری از آنها دوباره ترمیم گردید و پروازها به سر تا سر کشورهای دیگر نیز از سر گرفته شده است. وطندارای مهربان، قسمی که شما مشاهده کردین و ویدیو را بیننده بودین، ما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم. این بود داشته این برنامه، تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شب و روزتان خوش. الان یادار شما.